درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروح خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز جمعه اول دسامبر 2023 میلادی برابر است با دهم آذر ماه سال 1402 خورشیدی. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه روز دهم آذر ماه خود بار دیگر بر ضرورت جایگزین کردن تفکر انسانی بر تفکر مذهبی در اداره کشور تاکید کرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از زاهدان، ورود و خروج امروز مردم به محوطه مسجد مکی و مصلی زاهدان در محاصره شدید ماموران انجام گرفت. نمازگزاران زاهدان بعد از نماز جمعه در حالی راهپیمایی سکوت برگزار کردند که تصاویر منتشر شده حاکی از استقرار گسترده نیروهای نظامی و امنیتی در معابر و خیابان‌های اطراف مسجد مکی و مصلی این شهر بود. عبدالحمید اسماعیل زهی در خطبه‌های نماز جمعه امروز خود بار دیگر تکرار کرد که در کشور بزرگی چون ایران با ادیان، مذاهب و افکار و دیدگاه‌های متفاوت تفکر مذهبی جواب نمی‌دهد. عبدالحمید اسماعیل زهی در خطبه‌های خود بر تغییر شرایط کنونی دنیا با گذشته تاکید کرد و گفت مردم بیدارند و گرفتار تعصبات دینی، مذهبی و قومی نیستند، بلکه بر اساس واقعیت‌هایی که می‌بینند قضاوت می‌کنند. اسماعیل زهی همچنین تاکید کرده که به جز کشورهای استبدادی در همه جای دنیا قوانین اشتباه از رد خارج و عوض می‌شوند و در ایران هم قوانین باید در فواصل زمانی کوتاه بازبینی شده و تغییر کنند. مولوی عبدالحمید در خطبه‌های امروز خود گفت تا کنون چندین مرتبه به حوزه‌های علمیه و مراکز علمی شیعه و سنی درباره تغییرها هشدار داده و به آنها گفته است که اگر خودشان را با شرایط حاضر دنیا تغییر ندهند و در روش‌هایشان تجدید نظر نکنند، در آینده با مشکل مواجه می‌شوند و مردم از شما جدا می‌شوند. به خواهان تغییر سیاست‌ها و قوانین ایران به نفع جوانان شد و گفت این جوانان در مقایسه با افرادی مانند ما اعتقادات، انتظارات و توقعات دیگری دارند و ما باید این موضوع را مد نظر داشته باشیم. زنان امروز نیز نسبت به زنان گذشته از تفکرات و مرام متفاوت‌تری برخوردار هستند. امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخش دیگری از سخنانش به انتقاد از برخورد ماموران و مسئولان با زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان پرداخت و توهین و تحقیر و بدرفتاری با اسیران و زندانی‌ها را محکوم کرد. جنگنده‌های اسرائیل امروز جمعه بعد از شکست مذاکرات برای تمدید آتش‌بس یک هفته‌ای بمباران غزه را اثر گرفتند. رویترز میگوید خبرنگاران این خبرگزاری در خان یونس در جنوب غزه شاهد بمباران شدید نواحی شرقی بودند. در شمال که منطقه اصلی جنگ بود، صدای شلیک گلوله و صدای انفجار شنیده میشد. در اعلامیه‌هایی که در نواحی شرقی شهر اصلی جنوبی خان یونس ریخته شد، به ساکنان چهار شهر دستور تخلیه داده شد، اما نه به مناطق دیگر خان یونس مانند گذشته، بلکه به سمت جنوب به شهر شلوغ رفح در مرز مصر. اسرائیل لینکی به نقشه‌ای منتشر کرد که نشان می‌دهد غزه به صدها منطقه تقسیم شده و گفت که از آن در آینده برای اطلاع رسانی درباره مناطق ایمن استفاده خواهد شد. اسرائیل و حماس یکدیگر را به شکست برای شکست مذاکرات تمدید آتش‌بس مقصر می‌دانند. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که با سرگیری جنگ تاکید می‌کنیم که دولت اسرائیل متحد به دستیابی به اهداف جنگ است. آزادی گروگان‌هایمان از بین بردن حماس و اطمینان از اینکه غزه هرگز تهدیدی برای ساکنان اسرائیل نخواهد بود. یک مقام فلسطینی آشنا با مذاکرات اسرائیل و حماس از طریق کشور سالس گفت که این مذاکرات یک شبه به دلیل درخواست اسرائیل از حماس برای آزادی سربازان زن که به گفته او کاملا از موضوع گروگان‌ها جدا هستند شکست خورد. رویترز گفته است که هیچ اظهار نظری از سوی اسرائیل در این باره وجود ندارد. برگزاری مراسم یادبود نخستین سالگرد کشته شدگان خیزش انقلابی در شهرهای مختلف همچنان ادامه دارد.
روز پنجشنبه نهم آذر ماه خانواده ها و شماری از شهروندان بر سر مزار مهران سماک و حامد سلحشور حاضر شدند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، مردم در انزلی در اولین سالگرد کشته شدن مهران سماک در آرامستان این شهر شعار آزادی 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 سر دادند. مهران سماک جوان 27 ساله‌ای بود که شامگاه 8 آذر ماه سال گذشته حین شادی مردم انزلی برای باخت تیم فوتبال جمهوری اسلامی در مسابقات جام جهانی کشته شد. روز پنجشنبه مراسم اولین سالگرد کشته شدن حامد سلحشور هم در ایزه و با حضور جمعی از مردم برگزار شد. حامد سلحشور جوان 22 ساله‌ای بود که روز 4 آذر ماه سال گذشته در جریان اعتراضات در ایزه دستگیر شد و 5 روز بعد خبر کشته شدن او را به خانواده‌اش اعلام کردند. خانواده سلحشور روز 10 آذر ماه پیکر حامد را که به دست ماموران و بعد از کشته شدن در زندان مخفیانه در خارج شهر دفن شده بود، از قبر خارج و در آرامگاه خانوادگی در ایزه دفن کردند. این خانواده بعد از بیرون آوردن پیکر حامد از قبر با آثار شکنجه و بدن بدون کفن او مواجه شدند. انتشار خبر بازداشت خشونت‌آمیز و همراه با ضرب و شتم شدید توماج صالحی، خواننده معترض رپ که به تازگی از زندان آزاد شده بود، به موجی از واکنش در شبکه‌های مجازی دامن زده است. انتشار این خبر در شرایطی که خود او در ویدئویی گفته بود که دست و پای شکسته و بدجوش خورده‌اش در زندان نیاز به جراحی دارد، خشم کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته است. گی بان ری، نماینده پارلمان آلمان و کفیل سیاسی این خواننده رپ، در ویدیویی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد، با انتقاد از ربایش خشونت‌آمیز آقای صالحی گفته است که این اتفاق از آن رو رخ داده که این خواننده معترض درباره وضعیت خود در زندان صحبت کرده بود. نازنین بنیادی از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی هم در شبکه اجتماعی ایکس بازداشت خشونت‌آمیز این هنرمند کمتر از 2 هفته بعد از آزادیش را محکوم کرد. علت بازداشت این هنرمند معترض انتشار ویدیویی درباره میزان ضرب و شتم هنگام بازداشت و بازجویی بوده است. توماج صالحی، خواننده معترض، در اولین ویدیویی که بعد از آزادیش منتشر کرد گفته بود که در زمان بازداشت به گردنش آمپولی تزریق کردند که به احتمال زیاد آدرنالین بوده تا در زمان شکنجه بیهوش نشود و درد را تا اوج آن تحمل کند. بینندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26 هزار دلار پرداخت میکنه. بله، 26 هزار دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت می‌کردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت می‌کردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26 هزار دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در 2 اندازه‌های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی.
برنج باسماتی دیبا بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. چنانچه املاک یا اموالی در ایران دارید و امکان سفر به ایران را ندارید، ما در کنار شما هستیم تا با خیالی آسوده کلیه دارایی شما را به شما برگردانیم. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعت. توجه شما را به ادامه ی خبرها جلب می کنم. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد که حکم اعدام کامران رضایی، زندانی سیاسی و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 صبح روز پنجشنبه 9 آذر ماه در زندان عادل‌آباد شیراز به اجرا درآمد. طبق این گزارش کامران رضایی به اتهام قتل عمد یک بسیجی به قصاص نفس محکوم شده بود. هنوز مشخص نیست که آیا این زندانی 33 ساله اتهامات دیگری همچون محاربه نیز در پرونده خود داشته یا تنها به اتهام قتل عمد اعدام شده است. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که کامران رضایی مدت 7 ماه را در بازداشت انفرادی سپری کرد و زیر شکنجه مجبور به اعتراف علیه خود شده بود. این منبع آگاه گفت کامران رضایی همیشه می گفت که بیگناه است و آزاد می شود. کامران زمانی که 8 ساله بود پدرش را از دست داد. او هیچ عضو خانواده یا فرد دلسوزی نداشت تا در این مدت وضعیتش را پیگیری کرده یا اخبارش را رسانه ای کند. دیدار ناتمام مسیح علی نژاد، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، با مقامات آلمانی به دلیل خط مشی دولت این کشور مبنی بر خصوصی ماندن دیدار با فعالان مخالف حکومت ایران واکنش‌هایی را در فضای سیاسی آلمانی زبان برانگیخته است. خانم علی نژاد که به برلین سفر کرده روز پنجشنبه 9 آذر ماه در شبکه‌های اجتماعی خود نوشت که به او گفتند که سیاست خارجی آلمان دیدار و مذاکره با جمهوری اسلامی است و هر گونه دیدار علنی با فعالانی که خواستار براندازی حکومت ایران هستند ممکن است که به این خط مش لطمه بزند. خانم علی نژاد در توییتی وزارت خارجه آلمان را به سانسور متهم کرده و جلسه را ترک کرده است و افزود که همراه با سیما مرادبگی از آسیب دیدگان اعتراضات زن زندگی آزادی قرار بود که درباره نقض حقوق بشر در ایران با مقامات آلمانی گفتگو کند و خانم مرادبگی هم به عنوان شاهد زنده نقض حقوق بشر در جلسه حضور داشت، اما به علت اظهارات مقامات آلمانی مبنی بر ترجیح بر دیدار خصوصی علی نژاد و مرادبگی جلسه را ترک کردند. در پی این اقدام تصاویر دیگری از مسیح علی نژاد در دیدار با یوان ری نماینده پارلمان آلمان بوندستاگ و کفیل سیاسی توماس صالحی و نیز نوربرت روتکن دیگر نماینده پارلمان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. آقای روتکن با انتشار عکس دیدار خود با علی نژاد و مرادبگی به سیاست خارجی دولت آلمان انتقاد کرد و در شبکه ایکس نوشت سیاست خارجی که جرأت نکند از ترس ملاها با این دو دیدار کند محکوم به شکست است. این فمینیست نیست و این نشانه ترس است. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل به دلیل مبارزه برای حقوق زنان و آزادی بیان در ایران، از سوی روزنامه فاینانشال تایمز به عنوان یکی از 25 زن تأثیرگذار در سال 2023 انتخاب شد. فاینانشال تایمز علاوه بر نرگس محمدی، مارگو رابی بازیگر استرالیایی، بیانسه خواننده آمریکایی و باربرا کینگسالور نویسنده آمریکایی را هم به علت فعالیت‌های خود در زمینه‌های مختلف و اثرگذاری قابل توجهی بر جهان در فهرست 25 زن تأثیرگذار در سال 2023 قرار داده است. تو دیگر
در فهرست 100 زن قدرتمند کانادا که به وسیله شبکه مدیران زن این کشور WXN منتشر شده، نام 3 زن ایرانی الاصل هم دیده می شود. لیلی پورزن، فعال حقوق زنان، عاطفه مشاطان، استاد دانشگاه متروپولیتان تورنتو و آتوسا محمدپور، حقوقدان، 3 زن ایرانی هستند که نامشان در این فهرست گنجانده شده است. سازمان حقوق بشری هنگار روز پنجشنبه 9 آذر ماه آمار کولبران کشته شده و زخمی در ماه نوامبر را 118 تن اعلام کرد و نوشت که عامل بیش از 93% کشته و زخمی شدن کولبران شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بوده است. این سازمان حقوق بشری تاکید کرد که در این ماه 8 کولبر کشته و 110 کولبر زخمی شدند. بر اساس این گزارش یکی از کولبران کشته شده کودک بوده و 14 تن از 110 زخمی هم از کودکان بودند. مرور آمارهای ماهای قبل نشان می‌دهد که در نوامبر سال 2023 نسبت به اکتبر سال 2023 تعداد کشته و زخمی‌ها 293% افزایش داشته است. استان کردستان با 93 مورد بیشترین سهم را در این آمار دارد و بعد از آن استان‌های کرمانشاه با 22 مورد و آذربایجان غربی با 3 مورد قرار دارند. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، هیئت جمهوری اسلامی روز جمعه 10 آذر ماه کنفرانس بین‌المللی تغییرات اقلیمی در دبی را در اعتراض به حضور نمایندگان اسرائیل ترک کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی که ریاست هیئت ایرانی در این کنفرانس را بر عهده دارد، در زمان ترک کنفرانس حضور نمایندگان اسرائیل در این کنفرانس را سیاسی خوانده و آن را مغایر با اهداف و راهبردهای کنفرانس بین‌المللی تغییرات اقلیمی موسوم به COP28 اعلام کرد. در همین حال وزارت نیرو در خبری که در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرد، درباره دلیل سفر هیئت ایرانی به امارات متحده عربی محل برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی گفته است که در روزهای گذشته اطلاعاتی مبنی بر عدم حضور مقامات اسرائیل در این اجلاس منتشر شده بود. خبرگزاری ایرنا اواخر روز پنجشنبه اعلام کرده بود که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در این مذاکرات شرکت نخواهد کرد. مجلس نمایندگان آمریکا با 307 رأی موافق و 119 رأی مخالف طرحی را تصویب کرد که دولت بایدن را ملزم می‌کند 6 میلیارد دلار دارایی ایران را که در ارتباط با آزادی 5 زندانی آمریکایی رفع توقیف شده بود به طور دائم مسدود کند. مایکل مک‌کال نماینده جمهوری‌خواه این طرح را ارائه کرد و همه نمایندگان جمهوری‌خواه جز یک نفر و 90 نماینده دموکرات از آن حمایت کردند. روز دوشنبه 27 شهریور ماه وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که مبادله 5 زندانی ایرانی در برابر 5 زندانی آمریکایی انجام شده است. همان روز قطر به ایران و آمریکا اطلاع داده بود که حدود 6 میلیارد دلار پول آزاد شده ایران از سوئیس به قطر منتقل شده است. مقامات دولت بایدن از جمله آنتونی بلینکن وزیر خارجه در واکنش به اعتراضات درباره آزادسازی این پول‌ها تاکید کرده بودند که دولت آمریکا بر نحوه هزینه کرد این پول از سوی ایران نظارت خواهد کرد تا در مصارف بشردوستانه استفاده شود. طرح جدید مجلس نمایندگان آمریکا دولت بایدن را ملزم کرده که هر نهادی را که تلاش کند از این 6 میلیارد دلار رفع انسداد کند تحریم کند. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش. با بیش از
800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. سخنان پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا که گفته بود تردید جدی درباره رعایت قوانین بشردوستانه بین المللی از توی اسرائیل دارد، باعث بروز اختلافات دیپلماتیک با تل آویو شده است. اظهارات او چند روز بعد از آن بیان شد که نخست وزیر اسپانیا اسرائیل را به کشتار بی‌رویه فلسطینیان در جریان عملیات نظامی در نوار غزه متهم کرد. اسرائیل اظهارات نخست وزیر اسپانیا را محکوم کرده و آن را زننده و توهین‌آمیز خوانده است. تل آویو گفته است که هدف حملاتش به غزه از بین بردن حماس بعد از حملات مرگبار 7 اکتبر به جنوب این کشور است. این دومین بار در یک هفته است که سفیر اسپانیا در اسرائیل برای توبیخ احضار شده است. الیکوهن وزیر امور خارجه اسرائیل در شبکه اجتماعی اکس نوشت اسرائیل طبق قوانین بین‌المللی عمل می‌کند و به عمل خود ادامه می‌دهد و به جنگ تا بازگرداندن همه گروگان‌ها و حزب حماس از غزه ادامه خواهد داد. چندین منبع نزدیک به دولت روسیه به خبرگزاری بی بی سی گفتند که سرلشکر ولادیمیر زابادسکی، ژنرال 45 ساله و معاون فرمانده سپاه 14 روسیه، اخیراً تا یک حادثه انفجار مین در اوکراین کشته شده است. به گفته بی بی سی، وزارت دفاع روسیه تا کنون در این باره سکوت کرده است. بر اساس گزارش‌ها سرلشکر زابادسکی عصر چهارشنبه کشته شد. هنوز مشخص نیست که این حادثه در کجا رخ داده، اما تصور می‌شود که واحد وی در زمان در منطقه خرسون مستقر بوده است. به گفته بی بی سی، اگر گزارش های مربوط به مرگ زابادسکی تایید شود، او هفتمین ژنرال روسی خواهد بود که در جریان جنگ اوکراین کشته شده است. بینندگان عجمن، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.